درود بر شما بینندگان بسیار گرامی، سنا روحانی هستم و در این قسمت بخش هایی را از دو خبر از سرویس خبری جامعه جهانی بهائی با شما عزیزان در میون خواهم گذاشت. با ما همراه باشید. خبر اول، دزموند توتو و خوزه راموس هورتا خواستار آزادی مدرسان بهائی شدند. نیویورک، همزمان با برگزاری دادگاه تعدادی از مدرسان بهائی، دو برنده جایزه صلح نوبل از حکومت ایران به شدت انتقاد و اقدامات آن را به عصر تاریکی اروپا یا دادگاه‌های تفتیش عقاید اسپانیا تشبیه کردند. دزموند توتو، اسقف سابق کلیسای انگلیکان کیپ تاون و خوزه راموس هورتا، رئیس جمهور تیمور شرقی، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به جامعه دانشگاهی که روز دوشنبه 4 مهر ماه برابر با 26 سپتامبر تحت عنوان جنگ ایران علیه دانش در هافینگتون پست به چاپ رسید، نظرات خود را عنوان کردند. دو برنده جایزه نوبل در نامه از حکومت ایران می‌خواهند 7 بهائی را که اکنون در ایران به خاطر فعالیت‌های آموزشیشان مورد محاکمه قرار دارند بدون قید و شرط آزاد کنند و از اتهامات مطرح شده تبرئه نماید. آنها می‌نویسند پیشرفت نوع بشر در قرن‌های اخیر بیش از هر عامل دیگری با دسترسی فزاینده به اطلاعات، تبادل سریع‌تر اندیشه‌ها و در بیشتر نقاط جهان با آموزش همگانی مرتبط بوده است. بنابراین تلاش مستبدان و دیکتاتورها در قرن 21 برای منکوب کردن مردمان خود با سعی در محروم کردن آنها از آموزش یا اطلاعات به ویژه تکان دهنده است. در بلند مدت نه تنها تلاش آنها بیهوده است، بلکه این تصور را به وجود می آورد که آنها از عصری که در آن زندگی می کنند و اندیشمندان تازه‌ای که در میانشان هستند می ترسند. در نامه آمده شاید آشکارترین نمونه این ترس امروزه محروم کردن پیروان آیین بهائی، دیانتی مسالمت‌جو که هیچ برنامه سیاسی ندارد و به یگانگی همه ادیان معتقد است، از آموزش عالی در ایران باشد. حضور در دادگاه. انتشار نامه سرگشاده با گزارش‌های مبنی بر آغاز محاکمه‌های 7 مدرس بهائی در ایران همزمان شده است. آنها در زمینه ارتباطشان با یک اقدام غیررسمی جامعه با عنوان مؤسسه آموزش عالی بهائی BIHE بازداشت شدند. این مؤسسه به اساتید بهائی محروم از انجام شغلشان به دست حکومت ایران فرصت تدریس به اعضای جوان جامعه را که خود از دانشگاه محرومند می‌داد. اسقف توتو و رئیس جمهور راموس هورتا در نامه‌شان خاطر نشان می‌کنند دستگیر شدگان نه رهبران سیاسی بودند و نه رهبران دینی. آنها مدرسانی در رشته‌های مانند حسابداری و دندانپزشکی بودند که امروز با چشم‌انداز دهه‌ها زندان پیش روی خود مواجهند. اتهامی که علیه آنها مطرح شده ارائه آموزش عالی به جوانان بهائی است. جامعه جهانی بهائی اطلاع یافته که 6 نفر از این 7 نفر بازداشت شده پس از یورش‌های خرداد گذشته به خانه‌های حدود 39 بهائی مرتبط با مؤسسه آموزش عالی بهائی اکنون در گروه‌های 2 نفره مورد محاکمه قرار می‌گیرند. بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل گفت وکیلی که برای دفاع از آنها آماده می‌شد خود اکنون زندانی است. او افزود همه نشانه ها حاکی از آن است که نمی توانیم انتظار محاکمه عادلانه ای داشته باشیم. خانم دوگال سپاس جامعه جهانی بهائی را از اسقف توتو و رئیس جمهور راموس هورتا ابراز داشت.
او گفت ما از آنها متشکریم. همچنین از همه حکومت‌ها، سازمان‌ها و افراد خیرخواه در سراسر دنیا که تلاش‌هایشان این پیام روشن را به مقامات ایرانی می‌فرستند که اقداماتش از نزدیک دیدبانی و محکوم می‌شود. اخراج به خاطر باورهایشان. در نامه سرگشاده این دو برنده جایزه صلح نوبل آمده است: به نظر ما اهمیت دارد که توجه کنیم این اقدامات نه نتیجه آیین اسلامی است و نه برآمده از آن است. انسان فقط لازم است به آثار تاریکی اروپا یا دادگاه‌های تفتیش عقاید اسپانیا نگاه کند تا ببیند آیت الله‌های ایرانی قطعاً اولین گروهی نیستند که دین را به عنوان پوششی برای تلاش در سرکوب جبری اندیشه ها و دانشی که می ترسند قدرت آنها را تهدید کند به کار می گیرند. سنت های غنی فلسفی و هنری ایران، نقش دانشمندان ایرانی در سراسر جهان و اقدامات اعضای جامعه مسلمان که به مؤسسه آموزش عالی بهایی کمک و از آن حمایت کرده اند همه گواه این حقیقت است که اقدامات رهبران ایران انعکاسی از آیین اسلامی یا ایمان بسیاری از مسلمانان خیرخواه در جوامع ایرانی نیست. محکوم کردن جهانی. اعتراض بین المللی به آزار مدرسان بهایی در ایران در 4 ماه گذشته دنیا را از استرالیا تا زامبیا در نوردیده است. در اوایل این ماه خانم کاترین اشتن، نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجه، نگرانی جدی خود را از حمله به مؤسسه آموزش عالی بهایی ابراز کرد. 3 روز پیش از آن، وزیر امور خارجه کانادا جان برد گفت دستگیری کارکنان مؤسسه آموزش عالی بهایی بر پایه اتهام بی اساس توطئه علیه امنیت ملی است. این مؤسسه خدمات آموزشی ارزشمندی به جامعه بهایی که از آموزش عالی رسمی در ایران محروم است ارائه می کند. این 7 مدرس بهایی که مورد محاکمه قرار می گیرند عبارتند از وحید محمودی و کامران مرتضایی که طبق گزارش ها 1 شنبه 3 مهر ماه برابر با 25 سپتامبر محاکمه شدند. محمود بادوام و نوشین خادم که قرار بود 2 شنبه 4 مهر ماه برابر با 26 سپتامبر محاکمه شوند. و رامین زیبایی و ریاض صبحانی که قرار بود 3 شنبه 5 مهر ماه 27 سپتامبر محاکمه شوند. بر اساس اطلاعات به دست آمده فرهاد صدقی روز 3 شنبه 20 سپتامبر برابر با 29 شهریور به دادگاه رفته است. و اما خبر دوم، معبد بهائی به جامعه استرالیا غنا و اطلاع داده است. سیدنی، استرالیا. در 50مین سالگرد بنای معبد بهایی استرالیا، جمعی از افراد سرشناس کشور از نقش این معبد در زندگی اجتماعی آن ستایش کردند. هاروی روز، عضو انجمن شهر و شهردار پیت ووتر گفت این معبد باعث غنا و اطلاع جامعه ما شده است. آقای روز در مهمانی پیش از مراسم ویژه سالگرد گفت این یک فانوس دریایی و زمینی و آسمانی است. فانوسی که مسیر جهانی بهتر را روشن می کند. جهانی که در آن دشمنی و اختلاف جای خود را به یگانگی و سازندگی و امید می دهد. شهردار افزود که معبد جامعه بهایی نه تنها در جامعه ما بلکه در جامعه بزرگتر استرالیا نقش مهمی دارند. این مهمانی که 1 شنبه 27 شهریور 18 سپتامبر برگزار شد، آغازگر 1 هفته رویدادهایی بود که به مناسبت 50مین سالگرد گشایش معبد برگزار می شد.
اصل بهایی وحدت در کثرت ویژگی برجسته مراسم پس از میهمانی بود که شامل آوازخوانی به زبان بومی و زبانهای عربی، انگلیسی و ساموایی بود. متونی از آثار بهایی، بودایی، مسیحی، هندو، یهودی و اسلامی نیز در این مراسم خوانده شد. پاسدار ساکت معنویت مشغل اسکار سیدنی که در تپه ها و بوته‌زارهای زیبای سواحل شمالی این شهر واقع است، در سپتامبر 1961 میلادی پس از 4 سال کار ساختمانی گشایش یافت. این معبد یکی از مجموعه 7 معبد اینچنینی در جهان است. هدف مشغل اسکارهای بهایی که به روی همه مردم باز است، فراهم کردن یک محل تجمع به منظور دعا و تفکر و نیز در آینده مرکز گسترده‌ای از تسهیلات است که برای تأمین نیازهای اجتماعی و آموزشی مردم تأسیس خواهند شد. راب ستوکس، عضو مجلس از پیت ووتر که در مراسم دعای شب یک شنبه سیدنی حاضر بود، گفت که این معبد مانند یک پاسدار ساکت معنویت و باز بودن بر روی همه و قدرت واقعی روحانی در اینجا ایستاده است. شب چهارشنبه 21 سپتامبر برابر با 30 شهریور، همسایه ها و بازدید کنندگان از نقطه دورتر پس از طی مسیری که با شمع روشن شده بود به سوی معبد نورانی آمدند تا در یک جشن دعای ویژه بین الادیان به مناسبت روز بین المللی صلح سازمان ملل متحد شرکت کنند. رویدادی مهم. بری او فارل، نخست وزیر ایالت نیو ساوت ویلز، در پیامی ویژه نوشت که 50مین سالگرد مشغل اسکار نه فقط برای دین بهایی بلکه برای نیو ساوت ویلز به طور کلی رویدادی مهم است. او افزود جامعه بهایی نقش مهمی در بافت اجتماعی متنوع نیو ساوت ویلز بازی می کند و مهم است که ما در این ایالت به ترویج و گرامی داشته تنوع، بردباری و همبستگی ادامه دهیم. این اندیشه چکیده روح دین بهایی است که در صدد متحد کردن همه ادیان و نوع بشر است. این معبد و جامعه بهایی به راستی به این منظور دست یافتند. معتقدم چیزهای زیادی برای یاد گرفتن از آیین بهایی وجود دارد، آیینی که از طریق ارزش‌های یگانگی و برابری خود بافت چند فرهنگی نیو ساوت ویلز را بهبود بخشیده است. بینندگان عزیز، این بود آخرین خبرها از سرویس خبری جامعه جهانی بهایی. در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید.